چشماش چی داره؟ مگه اداهاش چی داره؟ مگه تو اخم کردنه، دیدنش، خیر دادنش، راه رفتنش واسه درد دل این پیر و جوون اون چی داره؟ دوست دارم. البته هر کی تو کوچه‌شون یه دختر خوشگل داره، روی این موضوع کمی مشکل داره، میدونه مخلص چی میگه. چی؟ آخ دستم. هاتون بیچاره الان درش بود. هاتون رو خوش نکن. دستم درد میکنه. پاشو پیره من خجالت نمیکشه، اون دستش درد میکنه. تو داری پاشو میمالی. اولا آقا فضول باشی کی باشم؟ دوما بعد از 60 سال عمر ما دیگه دست و پا رو تشخیص نمیدیم. تماشاگران آب ظهوری میگذره. کمدی ترین، جالب ترین و تازه ترین فیلم سال به شما تقدیم میشه. داستان یه خوشگل و دو عاشق بیکله به نام خوشگل محله. خوشگل محله بقی بقی دنیا اومد. از کجا اومد؟ از پشت پنجره اومد. آتیش به جونت تمیزد. بقی بقی جونت قدیم. ماجرای خوشگل محله از این محله و از توی این پنجره شروع شد. دخترک توی اتاقش غر میداد و اینا ناز و عداش رو میدیدن. تو خیابون با اینجور را رفتنش دلا رو کباب میکرد. اینا بوی کباب رو میشنیدن. مستر تقی خوشندان، چی بگی پنچرگیر ماشین بابام؟ تو واسه همون خوبی که بری لباس زنونه بدوست. به خاطر جلب نظر این خوشگل، گروهی با چیزات کافی و کامل دست به سرقت کلانی زدن. به خاطرش دست به جنایتی هولناک زدن. تماشاچیان مراقب باشید، به محض نمایش این فیلم در این سینما بیایید و خوشگل محله را ببینید و به خاطر پیشگیری از جنایت بیشتر و آشوبی که این دختر به پا ساخته بود این فرمان صادر شد. خوشگل محله را تحت نظر داشته باشید. خوشگل محله را قدم به قدم تعقیب کنید. به مجرد برخورد با خوشگل محله دستگیر خواهید. و آخرین فرمان، خوشگل محله واقعا خوشگله. دلم میخواد برش بدم. ای والا برش بدم یا که ندم. بفرما والا زمم راضی شدی. خوشگل محله یک کمدی جالب و ابتکاری با سوژه کاملا نو که هنر بازیگری چهره های محبوب شما خوشگل محله رو خوشگلتر و زیباتر به شما معرفی میکنه. فروزان زن اول سینمای ایران با شخصیتی کاملا نو ایفاگر نقش خوشگل محله. به همراه او منوچهر قصور، سریا بهشتی، نرسی، ماروتیان، فروهر، صفاپور، قباد و بالاخره تقی ظهوری به نقش استاد تقی خوشندام، خیاط چیره دستی که خوب بلده چه چیزایی رو به هم بدوزه و بخیه بزنه. اینجا خوبه؟ اونجا چطور؟ کجا خوبه؟ برو بالا. تو بشم ماشاءالله. خوشگل محله مجموعی است از حادثه، بوسه، عشق و هیجان. بوسش عشق‌آفرین، عشقش لطیف‌ترین، حوادثش بی نظیر در کره زمین و هیجاناتش سمبولی در کره ستایش و تحسین. داستانی نو خطر در کمین بود و جان انسانی فدا شد. وحشت خشونت در کمین بود تا که قوقایی به پا شد. ماچ، بوسه، ناز و سکس هم با هم عجین بود تا که رازی برملا شد. از تو پیتلی راز این که آدم ها چرا وقتی همچه چیزی میبینن تنشون رو برق میگیره؟ چرا وقتی دستشون به دومن یار میرسه سر تا پا عشق میشن، شیدا میشن، تا اونجا که رسوا میشن؟ ای اوسا منم زنده، منم بغل کن. لند دور بر تو بغل. گیساشون برند میشه، سیبیلا آویزون میشه، شب و ریز. بالاخره پس از 60 سال که از عمر سینما نه قربون شکلت، من عجله دارم. Thank you.
میبینی که دارم میرم. کاری نداری؟ چرا چرا، پول میخوام برم پارچه بخرم ببرم خیاطی. تو این همه لباس داری عزیزم، حقوقمون نمیرسه، یه کمی رعایت کن. خب به من چه؟ تو که نمیذاری من کار کنم، شوهرم نمیکنی که من بتونم دست و پایی بکنم. تو این دور زمان شوهر کردنم نوبتی شد. خیلی خب بیا، اینقدرم غرغر نکن. هر وقتم شوهر پیدا کردی قصه منو نخور. نوبت من مال تو. جدی میگی؟ بله جدی میگم. قربونت خواهر خوشگل، ولی من هیچ وقت تنهات نمیذارم. من تو تو این دنیا کسی رو غیر از خودمون نداریم. آه عزیزم، این که قصه نداره، بالاخره یه طوری میشه. خب من رفتم، خداحافظ. خداحافظ. سلام خانم. سلام آقایون. سلام. آقای شریف دستور دادم حقوقتون رو اضافه کنم، راضی هستی؟ متشکرم خانم. ناراحت نباش، من که گفتم چیزی نیست، خیالت راحت باشه. شما همیشه با من دوست داشتیم. ایشالله زود خوب میشه. کدوم بیمارستانی؟ بیمارستان سینا خانم. راستی با آقای رئیس بگی که این ماه یه چیزی به من اضافه بده. حتما. خدا سایه شما رو کم نکن. آدم هیچ وقت نباید مایوس بشه. سلام. حالت خوبه؟ آره خوبه. سب بخیر. اونجا من چی کار میکردیم؟ به یکی از رفقام تلفن میکردم، خصوصی بود، نمیخواستم بچه ها بفهمن. حرفای خصوصی تونو ببر اینجا دیگه بزنیم، اینجا اداره است نکاباره. 20, 250, 300, 350, 400, 500. درست بکنم؟ سر زفت و من؟ بله متشکرم. خب پس لطفاً پای رسیده امضا بفرمایید. بله. بفرمایید. متشکرم خانم نزی خانم. بله کجاش خنده داری؟ آخه امضاتونم مثل خودتون ناز خانم. خدافظ. الو. بله قربان. لیست حقوق
کارمندا رو بیاری. چشم قربان اصوی. نازی خانم فردا حقوق میدی؟ میدیم اینقدر حول ندارم. خیلی خوب. صبح بخیر قربان. سلام نازی خانم. این لیست حقوق است که فرمودیم، زمن لیست کلیه شعبات هم زمین هم. از فردا حقوقا رو پرداخت میکنیم. در ضمن من از طرف شما قول دادم اگه اجازه بدین به دربان یه مبلغی به عنوان پاداش داده بشه. آخه زنش تو بیمارستانه. بسیار خوب، بگیم 500 تومن براش منظور کنم. بله قربان، خیلی خوشحال میشه. متشکرم. قربونتو، فردا شب تو کافه گوشواره طلایی میبینمت. خداحافظ. آقای شریف، مگر روز خودتون تلفن نیست؟ اینجا که جای راندوی گذاشتن است، شما چرا از اتاق خودتون تلفن نمی کنین؟ به آه، اینقدر سخت نگیرین، خیلی عصبانی شدین. حیف اون ابروانیست که تو هم بره، گول میدم دیگه تشکر. خواهش میکنم بفرمایید سر کارتون. من تنها مردی هستم که از دخترهای بد اخلاق خوشم میاد. ببینم با یه کانون گرم خانوادگی چطورین؟ اگه موافقین به ننم بگم دست به کار بشه. هوا به اندازه کافی گرم هست، شما هم گرمش رو نگردیم واسه زمستون که یخ نکنی. خیلی خوب، میرم سراغ یکی دیگه. چیزی که فراونه دختر بد اخلاق. قربونه تو فردا میبینم ایچه. راستی از حقوق چه خبر؟ آخر باو چه؟ مثل که فردا میبینم، ولی اگه پول میخوای من دارم ها؟ نه اینقدر هم بی پول نیستم. اگه موافقه امشب بریم سینما، بچه ها میگن یه فیلم عالی گذاشتن، از اون جیمز باندی از خوشت بیا. نه بابا، هر وقت از اون فیلم های عشقی کنار در یکی آوردی منو خبر باشه. چی کار کردی؟ بابا اینجوری اگه بری خیابون دعوا را میفته. خب بیافته، نه خوشم میاد. خیلی خوب، فرجور ملته. من خوابم میاد، میخوام برم بخوابم. تو هم هی کار کن، شبم تو بگیر بخواب. پس کی میخوای از جوونیت استفاده کنی؟ تو به جای من استفاده کن، باشه؟ قصه نخور، من جوری تو رو میکشم. تو دختر خوبی هستی. شب بخیر. شب بخیر. خدایی، بیا اون سینمای خانوادگی رو از من اگی من دلو به این خوشه. من بالاخره از این پنجره به اون پنجره یه پل میزنم. خیالم حالا دیگه سراسر سفکی خصوصی شروع میشه. حضی اول چی شد؟ دیگه برنامه آینده بود؟ تو رو بیلی تو کی میده بسه؟ حالا چه موقع خوابه؟ پاشو برنامه هر شبیه اجرا کن. سر این کارو کردی، مجبور بودم. من تو این کار دخالتی نداشته.
اون سال هفت که همه چیز من در اختیارش بوده، حتی گاهی پولای بیشتری رو در اختیارش گذاشتیم. من فکر میکنم دست کسان دیگه ای در کار بوده. ممکنه، ولی فراموش نکنید خوشبینی بیش از حدم گاهی موجب حوادث بزرگی میشه. در حال حاضر متاسفانه شواهد زیادی به نفع ایشون وجود نداره. کلید، اثر انگشت، فکر نمی کنید این خانم اخبار شده باشه؟ نه نه نه، این غیر ممکنه. این کار از دختری مثل اون ساخته نیست. من اونو خوب میشناسم. این فقط احساس شخصی شماست. اگه فقط موضوع دزدی در میون بود اشکالی نداشت، ولی در حال حاضر بیچاره زنش مریضه تو بیمارستانه. اگه بفهمه اونم میمیره. درسته، ولی فعلا که چاره‌ای نداریم. خانم ما هم واقعا متاسفیم. پلیس وظیفه داره که در اطراف این موضوع تحقیقات کنه. ضمناً خدمتتون عرض کنم که برای ما وقت خیلی ارزش داره. اجازه میدید صحبتمون رو ادامه بدیم؟ بله آقا. خب شما فرمودید که کلیدو گذاشتید تو کشو، در اونو قفل کردید و رفتید خونه. بلش چطور شد؟ آخه چند دفعه بگم من کلیدو با خودم بردم خونه. این کار همیشگیه من بوده. من هیچ وقت اونو تو اداره نمیذارم. ولی ظواهر امر نشون میده که صندوق با کلید و بدون هیچ زحمتی باز شده. شما مطمئنید که کلیدو به یکی مثلا برادرتون، پدرتون و یا یکی از نزدیکانتون ندادید؟ آقای کاراگا، من جز خواهرم کسی رو ندارم. من و خواهرم با هم زندگی میکنیم و کسی دیگه هم تو زندگی ما نیست. خیلی خوب دخترم، ناراحت نشو. برو تو اتاقت ببینم چی کار میتونم بکنم. نازی خانم؟ بله. چیلی؟ فراموش کردی؟ حدوثم پرد شده قربان. متشکرم. دختره رو کاملا تحت نظر داشته باشید و اعمالش رو کنترل کنید. بله قربان. من خودم ضمانت اونو به عهده میگیرم. اون دختر جوونیه که در حال حاضر جز من پشتیبانی نداره. نازی خانم، نازی خانم بچه ها میگن هرچی پول تو صندوق بوده بردن، راست میگن؟ آره راست میگن. پس ما این برج حقوق نداریم. شما نراحت نشین، براتون یه فکری میکنم. آقای شریف، شما که شخص شریفی هستین، اگه روزی یه عده دوست هرچی دارین و ندارین ازتون بدوستن چی کار میکنین؟ من میکشمشون. ولی اگه شما ندونین اونا کی هستن چی؟ خب میگردم پیداشون میکنم. متشکرم آقای شریف. خواهش میکنم خانم نازی خانم. من نمیفهمم، پول کس دیگر رو دزدیدن. کس دیگه ای دزدی کرده، یکی دیگه کشته شده. خانم چرا از رو گرفتن؟ اصلا تو که سیگاری نبودی. خیال میکنی اگه سیگار بکشی جانی دالر میشی؟ وای چرا نمیخوای بفهمی؟ همه به من شک دارن، پلیس، کارمندا، حتی رئیس شرکت، ولی به رو خودش نمیاره. تازه اون داربون بیچاره هم کشتم، میفهمی؟ اونا فکر میکنن من تو این کار دست داشتم. درستی؟ خیلی خوب فهمیدم. انقدر بشین سیگار بکش تا از لابلای دودش دزده رو پیدا کنی. آخه میگم بعضی وقتا دود سیگار معجزه میکنه خواهر خوشگله. راست میگی ملوس، واقعا معجزه میکنه. من باید یک کاری بکنم. اینطوری نمیشه. آخه بابا جون از دست تو چه کاری برمیاد؟ نه سلامتی تو یه دختری. خیال میکنی میتونی از دست یه عده قلچماق بر بیاری؟ آره که میتونم. منم آدمم. اگه قرار باشه یه عده‌ای بتونن به همین آسونی مال مردم رو ببرن و آدم بکشن که الان من و تو هم وجود نداشتیم خانوم. خیلی خوب خیلی خوب، برو هر کاری دلت میخواد بکن. من الان میرم کافه گوشواره طلایی، فقط دعا کن حتما. جونم یارا پیشوش. چی شد؟ فیلم امشب از اون برکه نشون میدم. لباسش پوشیده بخواد بره؟ نکنه دختر بله؟ اگه اینطور باشه تمام سانس ها به هم میخوره. یکی اینکه داره میره افلاسکی ها؟ تو بخواد من زود برمیگردم. ببینم کمک نمیخوای؟
اگه گیرشون بیارم میکشم. پس بیا بدم خدمتتون. آخه تو که نمیدونی اونا کجا. خب پیداشون میکنم. ببینیم. بفرده کنید اینم دوره مکرده جوارای مدوره که گوش بشید به چسته به این تانه با اجازه سلام سلام حالت چطور؟ سلام بلام برده تو اینجه چیکار بکنه جلی؟ پیرانه قشن جلام اینجا کار میکنه جلی ما میگم چند وقت پیدا تی ببینه مگه تو دیگه نمیخوای لباس بدیدی مامانی؟ برو بابا با این لباس چیستنه همین زن بالای زانی چرا وقت تو ببین چی واسم بختی آدم داشت پیدا نیست واسه همین دار کنی؟ یه کاری نداره الانه یه کاری میکنم که خودت راضی راضی بشی خب اینجا مانه چیکار؟ اون آش پشت من نشسته خب لابد اومده صفا کنه چی میگه اون اهل اینجور کارا نیست خب لابد اهل شده نه من شک برم داشته اینم سرگوشی ها بره اگه دیدین دنبال منم من شما هم بلنشین گه خب خیلی خب خیال سخت میشه خودجونی من رفتم بقیهش فرده بیه خیاطی وسط درست کن
نه 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 پاشو پیره من خجالت نمیکشی اون دستش درد میکنه تو داری پاشو میمالی اولا آقا فضول باشی کی باشم دوما بعد از 60 سال ما دیگه دست و پا رو تشخیص نمیدیم اونو که فکر میکنی خود حضرت آقا کی باشم اصلا شما هر دوتون کی هستی اجازه بدید پاتون بمانه نه بشه اجازه ندی خانم الان این پیرمرد پوست پاتون قلفتی میشه نفهمیدم به کی گفتی پیرمرد اگه به خاطر خانم نبود پوست تو رو بگه قلفتی میکنده اوه فهمیدم شما همونی هستی که تو کافه بله اسمم استقی خوشندان هم مخلص شما هم همسایی شما شبا تا شما نخوابینا منم خواب به چشم نمید اسم منم مرداده بندم شبا تا شما نخوابین خانم آها فهمیدم تا من نخوابم شما هم خواب نمیدم بله کاملا درسته ببینم تو قطعه کی هستی که خودتو قاطی کردی؟ خانم اصلا اینجا چی کاره هست؟ پسر من هی میگم تو رو یه جایی دیدم پس تو خونه تو همون کوچه هست ها؟ به من میگی پسر پسر خودتی پسر من مردم بیجبینم چی کار داری؟ اجازه میگم مگه تو هم شبا موضوع رو میبینی؟ مگه تو هم میبینی؟ پس جمتمون تو دیدبانی کار میکنه خب پس همسایه هست ببینم نگفتی تو با اونا تو کوچه چی کار میکردی ولی چی بگم آخه من توی یه شرکتی کار میکنم خب اینه که میدونم تو خیابون تخت جمشید درسته؟ بله منم میدونم خانم آره دیشب در حدود ساعت 9 یعنی همون موقعی که داشتم میخوابیدم خب اینم که میدونم آره درسته 9:01 بود که شما خوابیدی خب چی شد؟ ببینم نکنه شما دوتا پلیس باشید پلیس؟ نه بابا من خیاطم منم توی یه کارخونه لاستیک سازی کار میکنم راست میگی؟ تو بمیریم بابا پس این بیچاره پنچرگیره حرف دهنتو بفهم خب به هر حال اگرم پلیس باشی مهم نیست چون من گناهی ندارم چی میگه تو گناهکاری؟ محاله من زنا رو از دوخت لباسشون میشناسم ببینم تو لباسات کجا میدیدی جون باید سو ببینم شلوغش کردی خب حالا بگین چطور شده واقعا منم خودم رو کمی مسئول میدونم شاید دزده از یه لحظه قفلت من استفاده کردن و این کلک رو جور کردن چی میگه تو مسئولی؟ محاله ببین من زنا رو آره آره تو زنا رو از دوخت لباسشون میشنسی باز تو خود تو قاطع کردی پنچر گیر برو گفشو خفه شو بذار ببینم چی شده خب لابد تو به یه نفر شک داری ها؟ آره درسته من به یکی از کارمنده شرکت مزنون هستم میخواستم خودم سر از کارش در بیارم که اینجور شد خوب شد شما رسیدی ببین خانم من همیشه به موقع میرسم همیشه حالا بعدها میبینی حالا بیبری خونه بیبری میشونه چی؟ من همسایشم خب من هم همسایه خب بیا الو بعد از مدتی صحبت با یه مرد میونه سال و یه جوان رفتم به طرف منزل دختره به هر حال اونا رو کاملا تحت نظر گرفتم مطمئن باشید قربان خب چرا حالا جریان به پلیس نمیدی ها؟ آخه فقط حدس میزنم من چجوری به پلیس بگم که اون آدم هم دزدی کرده هم قاتله من که هیچ مدرکی ندارم اگه اشتباه کرده باشم منو به جرم اتهام بدون دلیل تحت تعقیب قرار میدن خب راست میگه دیگه من میگم این کار فقط از عهده پلیس برمیاد اگه اونا این کاری کرده باشن ممکنه بلایی سرت بیارن پسر باز تو خودت قاطی کردی اصلا میدونی چیه جوونای این دوره جربازه ندارن بیبریم اتاق خودمان با هم میشیم یه لبی تر میکنیم یه نشه حسابی میکنیم من خودم پدر دوزه رو در بیارم چی؟ تو اتاقتون؟ بله تو عادت داری تو اتاقت نقشه بکشی ولی من تو فکرم نقشه میکشم پیر من پسر تو اصلا مخت کجی بود که فکر بکنی بردی بکت دیگه آقایان من از هر دوتون متشکرم شما واقعا خیلی خواهش می‌کنم این بچه‌ی ما پس همسایه به چه درد می‌خوره حتی چه درد شما دیگه تا میگی عین توتی میونه من که میگم برای اینکه خطری واسه پیش نیاد من خودم دوزو میرسونم تو برات میگردونم تا قضیه کاملا روشن بشه ولی آخه این باعث زحمتی تو میشه نه جونم این کار هر روزم بوده خیلی خوب تو صدا برسونه منم آخر شب اون برام میرسونم چطوره خیلی خوب باشی تا فردا خدا خدا قربونت بای 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 منو صدا زد به نظر صدا زد پیره من خیلی حالا اگه این دفعه بیدیم بس هم کی میزن که بقا چکه بپره ها چی برو مدام حالا هم نده یارم میرم موسیقی
دختره منشی مخصوص توی کافه با آقایون جنابیز میشه، دو نفر نجاتش میدن، آقایون فرار میکنن. از کجا معلومه برای تفریح اونجا نیومده باشه؟ من اونو خوب میشناسم، دختری نیست که به اینجور جاها بیاد، اونم تنها بدون اینکه کسی هم باش باشه. چه گفتی؟ اونو خوب میشناسی؟ آره دختر قشنگیه، ولی یادت باشه معشوق دوست فقط پوله. اون دو نفر کی بودن؟ من فکر میکنم رهگذر بودن. بسیار خوب، متاسفم که فردا دنیا دختر جوون و بسیار زیبایی رو برای همیشه از دست میده. میخوای اونو بکشیم؟ این یه جنایته. بله این جنایته، ولی قرار ما این بود که پوله رو بدزدیم. خب دزدیدیم، دیگه چرا؟ ناچاریم بر اینجور مواقع. دو نفر اصلا صبر و حوصله ندارن، یکی پلیس که میخواد دزد رو دستگیر کنه و یکی هم آقایون دزدا که میخوان از چنگ پلیس فرار کنن. متاسفانه بدی ها مثل حلقه های زنجیر به هم پیوستن. خب زنجیر رو پرش میکنیم. بسیار خوب پرش میکنیم، ولی تو احمق وقتی به طرف نجهبان شلیک کردی در واقع به عمر این دخترم خاتمه دادی. فردا صبح خودت کارو تموم کن. آخه من چرا؟ ما هممون تو این کار شریک هستیم. نگهبانو من کشتم، این کارم یکی دیگه از بچه ها بکنه. به خاطر دو قتل دوبار اعدامت نمی کنن، همون یک باره، ولی اگه نجات پیدا کنی سهم بیشتری گیرت میاد. ولی من نمیذارم، نه اون نه هیچ کس دیگه. آخه اون دختر چه گناهی کرده؟ دیگه راه برگشتی وجود نداره آقایون. فردا صبح شد نتونستم، قول میدم دفعه دیگه. خفه شو احمق، برو تو همون جده اتومبیل سر به نیست کن، ممکنه شما رشو برداشته باشه. چشم. شما ها برین، من یک کاری دارم. بفرد گرفتیم بگیرم این لباس من رو بیدوزم. سبزی زنخ بخواستی؟ ده؟ چی میگی بدوزم؟ باشه اگه لازم شد خبرت میکنم، برو سر کارت. پیره مرد آفافو نفهمی هم؟ با من بودی؟ من آقای رو بود ساده بود در آقای رو بیدازی اوستا. من به خاطر تو ایچی بشه میگم ها حسله داره اوستا. اینم اوستا چته؟ مشتری اومده. مشتریه؟ خب ردش کن بره. آخه آها مشتریه، خیلی خوب اومدم. دست از پا خطا نکن، یه پدرتو در بیارم. من الان برمی. خیلی خوب برو فکر کاره. ببینم گفتی از اون مشتریه الان میره پرابش کنه. موسیقی
ای سلام سلام تو این شیطون بلا آره اینو بسم درست مگه چشم خیلی بلنده اینجوری کسی به آدم نگاه نمی کن خیلی خوب عزیزم درست میکنم خودم آقا سر ایبا کجا میاری همون جای همیشگی پس اندازه هانو بگیر اگه اندازه هیچ کسی نداشته باشم من تو یه چیو دارم اوسا تو چه خبادی بربون اوسا گفتنت دارم یه اوسا میگی هزار تو اوسا از لب و دهنت میریزه جلو پا جلو جلو بیار خدا خوش اومدی چکل زلیل مردا کارت رو بکنی مگه نمیدونی باید با مشتری خوب تا کرد تو دیگه چه خیر سکنه من دارم ما خب داره به تو میارمت باشه؟ مگه تو ماشین داری؟ پس چی؟ تو دندت در شد یالا خانم ببر خونه استراحت کنه من یه پروب فوری دارم اونم چه پروبی؟ کجا؟ تو پارک چیزا خب مثلا اینجا چی کار میکنی؟ چرا تنها زندگی میکنی؟ داستان مفصلی نداره پدر مادرم آبادنن منم برای کنکور دانشگاه اومدم اینجا ولی متاسفانه رد شدم بعدش هم کار گرفتم تا اینکه شانسم زد و همسایه شما شدم پس خیلی وقتی که منو میشناسی بله من اکثرا روزا و شبا شما رو میبینم بعضی وقتا تا دم در ادارتون دنبالتون میام آخه میدونین روی ما تقریبا با هم یکیه جدا؟ آخه چرا؟ خب والا چی بگم آخه من خجالت نکش ببینم تو کی هستی؟ من چیزم میگه؟ خواهرمه نموز جون ایشون همسایه‌مونه سلام یاسی پس سایه شما کم نشه پسر یه ساعت دارم بوق میزنم پسر ماشینشو نگاه کن ده 15 سال پیش آخرین سیستم بوده نه حالا شم از سرت زیاده اگه داری بهتر شروع کن یعنی اون لسکای اقا بدر یا نه بله درست مثل سامشه خیلی باد داری ببینم این چند وقته بسته بودیش به درم بوده آخر افتم گو بپر بلا را بوده اونجا بایی شده بر خیال میکنه ماشینه سوار آدمه بیچاره با همین هر روز دختره رو سوار میکنم هر جام درم بخواد میرم بایتا حسد بخواد تو بمیری اونم تو رو پشت رولین اتوموبیل میبینه یه دل نه صد دل عاشقت میشه ببینم پس سقفش کجاست نکنه توش پشه بند میزنی یا پشه بند میزنم کرسی هم میزنم واسه همینم بهش میگن ماشین کرسی بعد وقت بیچاره هر چی باشه من اینو دارم تو چی داری دل و جرأت که نداری اتومبیل کرسی که نداری کار درست حسابی هم که نداری
آخه خجالت نمیشه اینقدر دنبال دختره مردم را میفتی؟ همه حرفاتو زدی بیچاره. با وجود همه اینه که گفتی من جوونی دارم، تو چی؟ منم ماشین دارم که تو نداری. اومدش تاوز خرامون به این میگنم را رفت درم یه را رفت در 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 وقتی به سن سال من بودی چیکار میکردی؟ تو یه دکر خیاطی زنونه شاید بودم، آنگه موسکارم شد بیچاره شوهر کرد و حالا پیر شده. خیلی خواب دفتر چه خاطراتت برق نزن که آبرت میده. بهتر باید خانم اتومبیل تو رو بزنی. این مال تو نیست. بله، اینو 7 سال پیش خودم به اسم تو خریدم. آخ خورکنه دهنه، تو چقدر ماهی. دیدی بیچاره شدی تو چه شده؟ خانه کن پیرو من. چا خوبه. خیلی بچه ها شریف داره میره سوار ماشینش بشه. بابا چونتر برو عقب نیافتی. یه کاری کاری که نمرم بردارم تو آدم دارم میرم دیگه. این برو کجا دنبال خودشون برای من برو بگیر. نه مگه نمیدونی جزا خونه که خرکتون نه. پس جلو تا نگاه کن بچا، من برو ترس خانی داره این یه مثل فهمیده ما دنبالش هم بشه تا کسی متوجه نشده باید بزنیم به چار. بریم بریم. چی شده؟ احبال آب برده کشون
الهی به خاک سیاه بشه. الهی که خیر از زندگی تو نبی. آخه مگه اون دختر به شما چی کرد؟ حیف اون انداب نبود، حیف اون را رفتن نبود. مثل که صدای گریه اون ساست. چی شده؟ که؟ آخ که اگه گیرم بیافتیم اون خرخره تو رو میجا. ایسان کلتو بکن دوستا. شما ها زنده ای؟ آره این منه رو تو که واسه تو همجدین دیگو که این همه گریه کردم به باش بکنم. باشه جامعه باشه شرده میتو بقیل اشتاقی. ای موسا دستتو بکش کنار، اینجوری که گرمش نمیشه. مثلا چه جوری گرمش میشه؟ خیلی خوب، تو با پشت اون درخت پیرهن تو بچنون تا خوش بشه. بدو تو هم بیا بریم سر جاده یه وسیله چیزی پیدا کنیم. بیا بریم. چی؟ نازیره اینجا تنها بذاریم؟ اونم لخت؟ اگه با اون چشه کور شدن نگاش کرد یه جور چشه در کاسه در بیار. برو بابا. من این همه خوبی شما رو جبران کنم؟ این چه حرفی؟ من که این کارو به خاطر دل خودم کردم، باور کن. ولی من دیگه حاضر نیستم به خاطر من جون خودتو به خطر بندازی. میگردا 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 ماشین میگردا مریض داری میگردا ای میگردا. بی معرفت، من تصمیم گرفتم که تا یه مدتی سر کار نرم تا این قائله بخوابه. نه تو نباید این کارو بکنی. حالا که اونا رو شناختیم و داریم به نتیجه میرسیم ولشون کنیم. به علاوه این تنها وسیله ایه که من میتونم به بهانه اون تو رو ببینم. چی؟ مرداد؟ آره نسیم، من از این دوستا خیلی ممنونم. اگه اونا نبودن من همیشه خوشبختی رو از پشت پنجره و در چند قدمی خودم میدیدم. بدون اون که بتونم به اون دسترسی پیدا کنم. آره من واقعا از اون دوستا ممنونم. مرداد اگه اینجوری من از دوستا ممنونم. نازی یعنی تو هم؟ آره مرداد. پس تو هم منو دوست داری؟ خیلی. میدونی نازی من وصیت میکنم اگه منو کشتم یا افتادم مردم رو سنگ قبرم بنویسم جوانی که به همه آرزوهاش رسید و کامیاب از این دنیا رفت. برو 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 اولاد من برای من جفتک ندم. برو 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 اولاد من برام دیگه کلک ندم. دل بر کناره من دلم خودم میدن و خودم یا این خوشگله دل منو نشنه. Ne var ki mazlumda, ne var ki yarı
در و زبونی چقدر قشنگ بونی تو دل دارم عزیزم تو دل که خوب میبونی در در جمعه از کجا خود من از بست پنجان من تیش به جمعه تمیدن خودی تری دیمونه تبی بیشن داری بیشه برام حالا چیتم بیشی بیشن بیشت بگم بگو که من براشم در دای اشه هاشم در در تو بیش شاشم در در تو بیش شاشم میگم بگم نایم بیش دلم بگیر آتش بگم چی شد در بیش بگم چی شد در بیش مگه مال بی صاحب گیر آوردین؟ چه داد آقا رو انداختی؟ کی میخواد خره تو رو بدازه؟ شما شهریا با اون همه ماشین اومدین اینجا خره منو بدازین؟ آخه خودت نگاه کن خره تو تا حالا مسافر به این خوشگلی داشته؟ اون که زن من نمیشه ولی من خره خودمو میتونم راحت سوار شم. ایسا من اولاق میخوام. اولاق میخوای پول بده بخر؟ یاله بپا اینه خواب اونم حق داره خر خودشو صاحب اختیارشه بیا بابا چون ما نخواستیم بیا چی میگی بابا پولشو بده واسم بخره پولم کجا بود خب یه چک برگزار بهش بده خرشو ببریم چیز به مرخونه چند دومونده بدبخت بیچه مرا گام نه دیگه دیگه خرج نه به کارت من در از این خرج اجالت بکش بارو بینم خب بچه این اونور وای میسیم بالاخره یه ماشین پیدا میشه که ما رو ببره آره یکی داره میاد بس اینکه دوتا هست میگردم 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 اوستا من تو خفه خون گرفتی آخه تو هم یه داری بزن بازم یه اوستا تو هم یه چیزی بگی آخه چی بگم آی داد هوا داد هوا داد هوا چه تا آقا دیبریم کوئی تو باید تو خدایا این دل میتنیه تو اینجا چی کار میکنی؟ با چه باز میگنی؟ عجب کلش آقا من میخوام برم شهر منو میبری دیدی چه اوقعی زن؟ بله که میبرم حابلی نداره ماشین خودتونه بفرمه این سوار چیه؟ بادو
نری کیا؟ اینه دوستای من هست. خوش تازه کجایی دیدی؟ بچه ها میدونی الان بهترین فرصت گیرمون اومد. چه فرصتی؟ من فکر میکنم که اونا خیال میکنم ما مردیم، وگر من میامدن تو رودخونه و کلکم رو میکردم. غلط میکردم، پدرشون بمیره. راست میگه اوستا. چی رو راست میگه اوستا؟ اصلا تو رو چه به این حرفا؟ ناسلامتی تا یه زنی باید بری آشپزی کنی، بچه بذار، یه مردی نسبانو شوهرم صدا کنی، من که دیگه علیکی است. ده آقا رو باش، حالا چه موقع این حرف هاست مرد حسابیه؟ حالا که اونا خیال میکنم ما مرد، بهترین موقع است بریم جاشون. من میگم امشب بریم کافه. آره بریم کافه تا این دفعه هر سمون رو راستاسی بکشم، من که نیستم. برو با این پنچرگیری هر کاری دلتون بخواد. برای جون و سعی امشب بریم و دستی تو بعضی چیزا ببریم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. آره من موافقم. من مخالفم. باش اوستا جا زدی کاری کردم. آوار اوستا، در بدر اوستا، خونجیگر اوستا. اونو که خیال میکنی اوستا. قهرمان ها از جنگ برگشتن. خب تعریف کنین، بگیم ببینم دشمنامون در چه حالن. تایر رو تخونم بربم. ماهیا امشب به افتخارشون مهمونی مفصلی را انداختن. آنیه فردا تو روزنامه ها می نویسن یه راننده بی احتیاط در جاده فلان موجب مرگ خودش و سرنشینان اتومبیلش شد. خب به ما چه مربوطه؟ درسته، ولی ما کی می تونیم از این پولا لذت ببریم؟ راست میگه کی؟ به زودی جوون، تو کافه ها، تو بارا، با خوشگلا. سعی کنید از لحظات زندگیتون لذت ببرید. اگه فرصتی باقی بمونه، فرصت همیشه هست. ما به زودی یه مسافرت عالی در پیش داریم. خیلی خوب بچه ها، امشب برین خوش باشین. دو قصد بسیدی به جناب علی. طبعا نکنیم بشیستن اینجا هست علی. یه چی؟ حالا از او خالی رفتن کرد. سیتر آب بیه حالا خود بکنم مبنی. یه دل بره هم دشتر فکر کنه با این لباس هایی که دوست. من همیشه لباس زنونه خوب دوستایی کرد. چی میل داره بازم؟ من غذا ایرانی خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. منم دوست داشت عزیز. خب پس چی بیارم خدمت؟ آب آب شراب یه لیوان آب. چیز دیگه ای میل نداره؟ نه. من دیگه تا آزای بیشی پیرو من کسی سر چی کنم؟ من علا کلنگ بازی کردم گفتم بیشی سر بیا دیگه بیا خواهیم باشی سر کنم بس که تونه بعد با آرون باشی سر کنم و سر بزرش نزد آرون باشی من تو آنه هیچ وقت اینقدر خوش نبودم من خوش بزرین ببینم چی میگه بزر ما
من خیابانشو خندن گرفته بود چقدر تحصیله بوده راستی اون جمعونه کی بود؟ حتما نامزدش بوده بیچاره فردو بسن که قبرش میریدیسن آرامگاه جمال نظام که با رضایش نریزید و این دنیا رفت خدا از اون دهنت بودشت اون پیریه رو بگو چقدر تحصیله بود پیری اون بابا تحصیله صحبت ماست بچه من ماشینا رو دادم گاراژ ترتمیزش کنم به زودی حرکت میکنیم بچه چون رئیس هیچ وقت اینجور جا نمیاد این پولا واسه چی میخواد اون عشقش اینه که بشینه اون نقشه بکشه بده کارشو بکنم من میرم واسه تعریف میکنم اونم کیف میکنه پس به سلامتی اون مرد نقشه کشه بچه ها من میگم الان بهترین فرصته راست میگه نگاه کنی چه کیفی داره جانوش داریم گوش کن ببین چی میگم بگو عیزم تو هر چی بگی من گوش کنم اما حرفای پسر پنجندی مثل باد لاستیک میگه هر دایره ممکنه در خیلی خوب دیگه اینقدر نمک نریز گوش کن ببین چی میگه این شب راحت میتونی اینجاشون پیدا کنی خب حالا میگی چی کار کنی اینجا من میرم بیرون وسیله چیزی پیدا کنم شما منتظر باشید تا من بهتون علامت بدم اگه زودتر خواستم برم کاری بکنیم که معطل بشم خیلی خوب شرطی که از تو برو بگو چی شده تو چرا این ریختی راستی چه تو مرد من تو آدم ندیدی آخه تو چرا این چرا مول کردی آخه من چجوری هم قصه نخور عیزم ای ایشاله به سلامتی مهدتو بخورم از بله قربان اونا خودشونو به شکل پیاده رو بردن و آمدن تو کافه یکیشون هم بیرون داره با یه شکر تاکسی حرف میزنه من فکر میکنم کسی رو تعقیب میکنم بله قربان مراقبم یکی جون مادر دقیق باستم گوش کار رفیق من این تاکسی تو واسه یک ساعت میخوام بهم اجاره میدم نه جونم من تاکسی رو به کسی اجاره نمیدم چرا نمیدی؟ آخه خب نمیدم دیگه من کرایت بهت میدم نه پول مال خودت من اجاره نمیدم شانس ما رو باش خدا تو شکر پس تو پیتلی چیکار کنی؟ من چه میدونم؟ میگم چطور دعوا مراسم رو بده. آخه با دعوا که نمیشی. من به خاطر یه موضوعی بیا یه موضوع ناموسی حالا برو همو آدم های مثل توی این حرفا سرشون نمیشه موسیقی
اگه اینجوری حاضرم، اما به یه شرط. خب چه شرطی؟ باید یه چیزی گرو بذاری. گرو؟ آره. پس تو گروه میخوایی؟ پدرم چطوره؟ یاری تو بگردیم بیا 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 من اینجا بیده بیده بکن تماشم یا بلا من نمردم همینجا پاس بگیم یه دوشه رو بپردم من نمیگم یا نوش یا نوش یا نوش یا نوش بله خب پدرت پیش من واسه اما کرایه رو پیش میگم باشه خیلی خب بهش بده پدرم خودت بده پسرم پدرت رو در بیرم 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 بابا تو میسوزونم بگی باشه بگی آقا جو مده دیوونه اصلا بگی گرایی رو بگیرم گرایی رو بیا راحت بگیر برو خودم بهت میگم موسا چی شده؟ مرداد کو؟ مرداد دوزای ناموس سوار کرده بود خب حالا چرا بایستادی بریم خونه؟ کجا این آقا گرو تاکسی منه چی؟ گرو؟ آره عزیزم تو برو خونه من بعدم میام آخه مگه من میشه تنها برم نه فهمیدم ما رو انداختی تو از شهر حالا خودت هم میترسی؟ چی؟ من میترسم؟ حالا میبینی موسا من رفتم وای شما کجا؟ بینم ناموسی که میگفتی این بود آره تو بمیری چیز خوبه گفتی چیز خوبه صاف آره خوبه اون سیبیلاتو دوز میدم همچی خود رو کش آره گذاشته بود این همونجا تو روتونه کارشون رو ساخته بود اگر رئیس اجازه بده سلام میخواد با همین دستای خودم خفش میکنم آقا سیبیلتون قرمان دسته خب سیبیل دیگه گایی نیفته درسته گایی نیفته گایی نیفته این پونده کیک رو برده از این طرف بپی چه از این بریم نمیخوام قرونشون محمد جی آقای راننده بفرمایید پایین لبی تر کنید خیلی ممنونم ولی اگه لبم تر بشه این دوباره سیبیلم میفته قربون آقا این کاری که نمیشه بفرمایید جی رو بفرمایید بفرمایید جی رو بفرمایید حالا بفرمایید اومدم پایین اجازه بده بکنار بچه ها خوب نگاه کنید آقا چه نفتی یا نه من که بیشتو سمشاره Thank you.
دیده بودم اما این فرمی شد خودتی دهنت ببند دستم رو بلکو اگه بشن آقا چه جوری ببرم چه ببری؟ مگه میتونی؟ ببینم این شغل تو چیه؟ نه از ما من خیاتم کمشو تاکسی رو وردار و برو هرچی گفتم یادت نره و الا سر و کارت با منه خیلی خواب بزن بریم خب جوون تو کی هستی؟ من که بهتون گفتم والا من شوفرم تاکسیم هم دم دره میگی نبارو تحقیق کن پس چرا سیبیل قلبی گذاشته بودی؟ عجب بساتی بابا شبا که پشت رول میشینم سیبیل میذارم بس میگه بچه سیبیلش رو باید بدین من از شر این همسیبیل بیابونی خلاص بلش کن بذار بره چی بذارم بره تاکسی بره پسرش تو دیده دستش باز تو دست من باشه بده من دستو بفهم گفتم بلش کن من پلیسم من نمیفهم امشب چه خبره چه خبره فیل هوا میکنه من اینه میبینی برو خدا رو شکر کن ولی حاله ها ولت نمیکردم ولم نمیکردی شیطونه میگم که بده دک و دندت خود کنم ده برو دیگه برو تو چه کاریش نداشته باش آقای پلیس پس تاکسی من چی میشه حسنشو نکار ما مواظبیم خسارتتو میگیری بگو بیان سر مهداد چی آورده مهداد چیه یا نه آقای امیمه یا نه بگو و ایلا ملقه پیشه تا خیلی خواب یه فرق خدا بگو ملقه هنی رو بذاری کنار بگو دی خیلی خواب الان میگم اون پیش رئیسه رئیس کی؟ رئیس شرکت؟ نه رئیس خدا پس تو یه رئیس دیگه هم داری بچه؟ تو بگو اومده بودی اینجا چیکار؟ رئیس کافیام اینجا تو رو بکشم. آره بکش. آره. خواهر منو بکشی. خیلی خوب. زود به رئیس تلفن کن بگو منو کشتی. الو. من شریف هستم. دختره رو کشتید. حالا چیکار کنیم؟ بچه حسابی آقا رو مشتمال دادن. بیهوشه. زود بیا اینجا ببرش که گرگای بیابون شام نخوردن. منتظرشم خیلی خوب چشم بیگو ببینم آدرسش کجاست خیابان مرجان کاشه 23 ملوس لباسه زیرن همش رفت نجونم فقط کتو آیبه چشم آیبه چشم همون در میدارم موازمشون باش تا به حال اومدم بزن تو سرشون اصلاحی بیا سیدی نبرم نیشام رم بیتر بودم باطر شد چرا دارم تاکسیه اینجا پس این پسره نقشه کشته و سر منو به تاق بکوبه پدر شوال در میشه استاجون قربونت برم مهداد جونش در خطری ده تا از دوستا تو خونه بیهوش افتادن تو باشی باعث میرم کی کجا کی جونش در خطره لیلش کن بیا بریم همدی خستگی رو در کنیم ممکنه بکشنش خدا خونه تا میره کشته باشه بارداری شریف هم تاکسی نزده خیلی کیه؟ من شریف هم تاکسی آدر قربون خیلی خواه شریف اومده بگم بیاد بالا نه بردارین ببرین خودشو تاکسیشو سر به نیست کنی زود چند
خود تو خواهی نمی کنه منم میرفتن دو آقا خانشو با تفتیش نفته کن گیره حالشه تو رو بیهوشه من خودت من اینا کجا رفتن خیلی خوب رسیدی پیاده شو چرا گریه میکنی اینا کجا رفتن من بیهوشم من بستارم چی شده حرف بزن چه اتفاقی افتاده هیچی آقای مرداد من خوابم بود اونام در رفتن خب عیبی نداره اگه ملوس نبود اونا منو کشته بودن خیلی خوب تو برو بخواب پس من میرم دم در وایم سمت تقیبیا باید بریم سر گوشی ها بریم مرداد چیه اگه بلای سر تو بیاد من خورم رو میکشم بایی حالا که زندم حالا تو بایی سدم مرداد من نمیدونست تو رو وارد این ماجرا میکردم نه این چه حرفیه تو دختر خوبی هستی هدف پاک و مقدسی دید من دلم میخواد شریکت باشم مرداد نه ترس من طوری نمیشه خیلی خوب حالا برو دیگه بخوام به به دیگه نوبت میرم داری نزدیک میشی اگه این بخواد خیلی خوب همینجاز یالا بزنم کجا من نیستم خودت داره بعدم یا حواتو دارم ترسو خودتی بیارته خودتی تو واسه همون خوبی که بری لباس زنونه بدی تا چشمت کورشه من میدوزم تو خیاطم بعد وقت مادر مرده تو رو که پنکرگیر به دنیا آمدی بیچاره خیلی خود تو راست میگی حالا معلوم میشه که کی مرده گفتی مرد؟ نامم حالا به دشو بودم که مرد از اینجا نه خنگ خدا از این بالا باید رفت از دیوار کور خوندی من یه هنرمندم نه یه دو کت دیوار برم باید هم من خیاطم ها آفری خیاط هنرمند حالا دستت قلب کن من برم برو برو قربون آدم چیزی چه غلطی کردم ای کاش کور میشم از پنجره اون دختر بلا خوردن نگاه نمی کردم من دیگه حاضر نیستم دستان به خونه کسی آلوده کنم بچه را به این بگیر و به من خاتمه نمیدی تو بچه ای تو بچه ای من که دیگه خسته شدم هنوز نمیدونی چطور باید از فرصت های مناسب استفاده کرد تو واقعا بچه ای عقلت نمیرسه بسه آره من عقلم نمیرسه ولی آخه چند نفر یکی دو تا سه تا من میگم هرچی روزت فرار کنیم و بریم یه جای دیگه کجا؟ با این چندر قطول؟ مثل آفتاب دوستا؟ همین امشب رفقای دیگتون توی شرکت مشغولن مبلغی در حدود 2,000,000 تومان فرار واجب پرپول خیلی بهتره ای خدا این دوزای پسر پنچرگیره رو بگیرن بادش خالی کنن که این ردینی وجبی واسه ما فیس افاده ولی اگه گیر بیافتیم چی؟ من ترسته بود به همه بچه ها بگو فردا تو کافه گوشواره تنهایی جمع بشن تک تک فاتی مشتری ها بشینین اینجام دیگه نیاییم ممکنه بهتون مظنون بشن اون وقت تمام نقشه هامون به هم میخوره منم آخر سر میام پهلوی شما و از اونجا حرکت میکنیم چیه پسر؟ بیا بریم تا باید تو کم خودو آن چی شو؟ بیا برو بریم سلام سلام بسته کو؟ والا نمیدونم پیر مرد بدجنس صبح زود از خونه در رفته حتما رفته خیاطی آره بیا سوارشی بریم
رضا تاکسی مردمی چیکار کنیم؟ ممکنه ما رو بگیرن. حالا که نامردی کرد و در رفته میذاریم گردنش. بریم ببینیم کافه کی باز میشه. یا سوار شو. خیلی خوب. یارو اون اصلا ما به خیر خبری نیست. الان حرکت کردم. نتیجه رو بعدن گزارش می‌کنم. ای اوسا. خیلی ببخشید. خواهش می‌کنم. باز پیداتون شد، بری پی کارتون مزاحم نشین. زود باش اوسا، خانم راست میگن اوسا، عجله کن کار داری. شما چرا دست از سر من ور نمیداری؟ چرا نمیداری به کارم برسم؟ اوسا جون، آخه ما به تو احتیاج داریم، فقط هم همین امروز. وین چری؟ پسروف چی شد؟ من میخواهم برم. الان میخواهم. خیلی خوب، تاکسی دیشب دمه دره، میدونی که چی میشه؟ وای خودت چی؟ زندان؟ آه وایسا، کجا میری؟ وایسا من شوخی کردم، من با شما رفیقم، مگه نه؟ نه دیگه، رفاقت بی رفاقت. ای خدا، چی میشه اگه اونا رفته باشن و دماغ این پسر پنچرگیره بسوزه؟ خیال تخت باشه، رئیس دزدا هنوز تو خونه است، کافم تا یه ساعت دیگه باز میشه. راست میگه اوسا، یاد بریم. خب کجا؟ خودت دیگه منو نمیدم چرا بی خودی میبری؟ وای جیه با دختری تو پروبه تو پروبه شیده کاره بود آخه حتی دیگه خود پول بردارم آخه پول بردارم بی پول که نمیتونم دوباره شما را بیافتم بی بی با حجره برای داری کجا میبری؟ آخه خواهد دارم این مرده داری تو پروب مونده همی تو برو باشه بسان دمه دره پس چرا پا نمیشی بری به پلیس اطلاع بدی؟ هم تو بیکار بیا نشستی؟ خب اوسا راست میگه پس برو به پلیس تلفن کن سرخونو بدوزی این همون یکی هم از پوله رو تحویل من داد با لطفا میگم توی تلکی تو کاری Thank you.
ناخونا. با خواهر من هم باید الان پوشت رو میکرد. چرا همچین خواهر بایستید کنار، بفرمایید، بفرمایید اون طرف سرکار، این چند نفر حق ندارن از کافه خارج بشن، مواظبشون باشید مشتری هم بفرستید برن، ولی پولایی رو که جمع کردن ازشون بگیرید خب خانوم، خیالتون راحت باشه، دیگه هیچ ناراحتی براتون پیش نمیاد کجا، کجا؟ من اصلا با اون عرازل آشنایی ندارم خب بعدم معلوم میشه شما همتون به من شک داشتید، مگه نه؟ نه دخترم، من همیشه به تو اعتماد داشتم خانم، پلیس در تمام این مدت کارهای شما رو تحت نظر داشت بهتون توصیه میکنم دیگه از این شیطنت ها نکنیم قول میدم ولی دیگه هیچ وقت پول و کلید و تحویل نمیگیرم آقای رئیس دزدای اصلی اونا هستن اونم رئیس ببینم همه پولا همینه یا مقداریش از بین بردی؟ نه همش همینه دختر خانم از گفتی که دوز آقایون هستم بله؟ آقای شریف شما دیگه چرا؟ من که حقوق شما را اضافه کرده بودم دخترم این پولا در واقع برای من از بین رفته بود مهم اینه که عده‌ای تبهکار دستگیر شدن و به کیفر قانونیشون میرسم تو واقعا معجزه کردی معجزه؟ نه قربان من زندگی رو دوست دارم و از آدمی که میخوان اونو خراب کنن خوشم نمیاد خب حاضری؟ آره آفرین دخترم من تصمیم گرفتم با این پولا برات یه عروسی مفصل را بندازم عروسی؟ معلوم میشه خبرهایی هست و ما بی اطلاعی ولی آقای رئیسی ماجرا خانواده اون نگهبان بیشتر از همه متضرر شده انصافا این پولا به زن و بچه اون میرسه حتما ولی مقداریش هم حق خودته هیچ احتیاجی نیست قربان هیچ احتیاجی نیست دستم درشون بزه من خودم همه شروع به هم دوستم ملاحظه بفرده بسیار باری کلو ببریدشون بیرون دیدی بلو قربان اون گستفقی خوشندام خیاطی اونم خوهرم ملیسه دوخته دید ملاحظه فرده بود خب حالا همه چی رو داره مرداد آقای مرداد نادی جان آرزو میکنم یک عمر به خوبی و خوشی در کنار همه زندگی متشکرم مرسی بریم خونه کجا؟ خونه؟ خونه تو دیگه این طرف عزیزم بیرم چه قشنگی ایبا اینا اکسای چیه؟ ببینم اینا چیه؟ اینا اکسای من هم آره اکسای تو عزیزم همه رو خورم ازت گرفتم از کجا؟ آخه چه جوری؟ از همینجا از تو پنجره این در حقیقت پنجره خوشبختی من بود نگاه کن پسر پنچرگی خجالت ببینی که خونه مردم رو نگاه میکنی حتی دیگه نگاه این طرف بیافته چشات از کاسه در میارن دوباره آفه